بازخانی مرور بر تاریخ درود به بخش چهارم و پایانی مقاله جنگ های داخلی و احمد نوشته دکتر خیرالرحمن رحمان هنانی در سلسله برنامه های بازخانی از تلویزیون آنلاین نخبگان خوش آمدید جنگ های داخلی و احمد چامسود بخش چهارم و پایانی اگر احمد مسعود صحنه را رها می‌کرد کرد چه وضعیتی پیش می آمد اگر فصل را بر این بگذاریم که با کنار رفتن احمد مسعود از وزارت دفاع منازعات مسلحانه در کابل و بقیه جاها حل می شد آیا شما هم به این باور هستید؟ اولا در سراسر افغانستان یک حزب و گروه حاکم نبود که با کنار رفتن یک نفر و سپردن آن به گروهی دیگر مشکل جنگ در سراسر افغانستان حل می شد زیرا همه می دانیم که در حرات امیر اسماعیل خان حاکم بود در قندهار مجموعی از قماندانان تنظیم های مختلف و افراد مسلح غیر مسئول در مشرقی شورای مشرقی در مزار شریف حزب جمعیت و جنبش در ولایات فاریاب جوزجان سرپل و سمنگان بیشترین جنبش جنرال دوستم قدرت و حاکمیت داشت. در بدخشان جمعیت در تخار و کندوز و بغلان، حزب اسلامی جمعیت و جنبش در بامیان و مناطق مرکزی حزب وحدت. حتی حاکمیت در پایتخت یک دست نبود. چنانچه شمال، مرکز شهر کابل و برخی دیگر از مناطق مختلف شهر تحت کنترل نیروهای دولت یعنی شعورای نظار جمعیت و گروه های امسوی آن قرار داشت. غرب کابل قلم حزب وحدت و اتحاد اسلامی بود در برخ نقاط مرکزی شهر و میدان هوایی کابل نیروهای جنرال دوستوم حضور داشتند. در مناطق چهار و بگرامی و شرق کابل حزب اسلامی ثانیا اگر فرض کنیم که احمد شاه مسعود قدرت را به مخالفان تسلیم میکرد به کدام گروه تسلیم میکرد چه زمانتی وجود داشت که اولا جنگ خاتمه پیدا کند ثانیا چه اطمینان وجود داشت که اعتلاف نظامی موسوم به شورای هماهنگی که متشکل از احزاب دارای توجهات ایدئولوژیک مختلف بود مانند حزب اسلامی حکمتیار حزب وحدت جنبش ملی و نجات ملی بود بعد از کنار رفتن مسعود از قدرت در میان خود نجنگند حتی این کار هم در اواخر دوره حکومت استاد ربانی تجربه شد که با کنار رفتن مسعود از وزارت دفاع و از سپردن آن به حزب اسلامی حکمتیار باز هم جنگ ادامه یافت و طالبان در سال 1375 به کابل هجوم آوردن و دولت مجبور به عقب نشینی به شمال افغانستان شد و سالها دیگر جنگ ادامه پیدا کرد. نظر احمد مسعود در بورد جنگ های کابل چه بود؟ آیا او واقعا جنگ طلب بود و شغل دلخواه وی جنگ بود در این رابطه من دو خاطره را از عامر صاحب مسعود نقل می یکی پیش از سقوط حکومت نجیب است و دیگری بعد از آن باری پیش از فتح کابل از وی شنیدم که می گفت از خداوند خواستم که ما را توفیق دهد تا سر کوتل خیرخانه برویم و از آنجا ارگ را تحت آتش قرار دهیم و رژیم کمونیستی را ساقط سازیم آرزو میکنم پیش از این که داخل شهر شویم، من همانجا شهید شوم و به کابل داخل نشوم. یعنی مسعود از فتنه قدرت و نشعیان آگاه بود. از این رو آرزو میکرد که پیش از این که جهادش با گند قدرت آلوده گردد، سبکبار بار از این جهان برود. خاطره دوم بعد جنگ های کابل است که میگفت، اگر میفهمیدم که فتح کابل اینقدر فاجعه و جنجال میافریند، و رهبران جهادی در برابر سرنوشت مردم و کشور خود تا این اندازه بیمسئولیتی نشان می دهند ارگز برای فتح کابل تلاش نمی کردن. این دو خاطره واضح نشان می دهد که احمد چا مسعود اصولا مخالف جنگ بود و گزینه اول آن همیشه صلح بوده است چه بسا که برای صلح بها هم پرداخته است با این وجود جنگ همواره بر وی تحمیل می شد و با دل ناخواسته وارد جنگ می گردید در همین رابطه باز هم خاطره ای را از زبان خودش نقل می کنم که گفت در جریان جنگ های کابل دوستان مرا تحت فشار قرار دادند که با ایرانی ها باید رابطه را خوب بسازم گفتم من با آنها مشکل ندارم سرانجام برنامه ملاقات با آقای عباس ملکی معاون وزیر خارجه ایران در کابل ترتیب شد در ملاقات بحث روی جنگ در غرب کابل متمرکز شد نقشه شهر کابل روی میز و پیش روی ما هموار بود آقای ملکی بدون این که های رایج دیپلماتیک را در نظر بگیرد روی نقشه غرب کابل خط کشید و رک راست گفت این خط قرمز ماست جمهوری اسلامی ایران ارگز اجازه نمی دهد که شما از این خط عبور کنید آمر صاحب گفت دیگر نتوانستم این زورگوی را تحمل کنم برایش گفتم این کشور من است و اینجا کابل پایتخت کشورم است من وزیر دفاع دولت مستقل هستم من از این خط عبور می کنم بعد جمهوری اسلامی بیاید و جلال مرا بگیرد و جریان ملاقات برهم خورد نتیجه گیری جنگ های دهه افتاد کابل را نمی توان صرفا جنگ داخلی دانست چه بر علاوه نیروهای داخلی کشورهای همسایه منطقه و جهان نیز در دخالت مستقیم و نقش ملموس داشتند حکومتی که در نتیجه توافق رهبران جهادی در پشاور با وجود آمد، حکومت مشروع بود که مشروعیت ملی داشت و هم بین المللی. حکومت داکتر نجیب به احمد مسعود تسلیم شد اما مسعود علرغم اصرار بعض جهاد نخواست به تنهایی حکومت تشکیل بدهد و منتظر ماند تا رهبران تنظیم های جهادی روی تشکیل حکومت در پشاور به توافق برسند و قدرت را تسلیم بگیرند بعد از سقوط حکومت نجیب دو نو جنگ در کابل به وقوع پیوست جنگ های ذات البینی بین گروه های مختلف و متخاصم مانند جنگ بین اتحاد و وحدت دوم جنگ گروه های مسلح با دولت مانند جنگ حزب حکمتیار حزب وحدت و جنبش ملی و در مجموع شورای ماهنگی با دولت مجاهدین احمد شاه مسعود وزیر دفاع دولت مشروع بود دفاع از کیان دولت اساسی ترین وظیفه ملی و اخلاقی ار وزیر دفاع است بنابراین مشارکت مسعود در جنگ های کابل من حیث وزیر دفاع کشور برای تامین امنیت شهر و دفاع از دولت مشروع بوده است نه برای کسب قدرت و تصاحب و غنیمت مساوی دانستن او با گروه های دیگر اشحاف حقیقت و برخواسته از انگیزه های غرزالود سیاسی و تباری بوده که متاسفانه در کشور ما رواج یافته است احمد شاه مسعود در قبال جنگ هایی که برای سرنگونی دولت تراحی و اجرایی می شد گزینه جز دفاع و مقاومت در برابر آن نداشت به ویژه این که این جنگ ها ریشه در منافع کشورهای خارجی داشت رها کردن پایتخت و سپردن قدرت به گروه های مخالف فرار از مسئولیت و خیانت ملی بوده و نتیجه جز انارشی بیشتر نداشت.